همیشه وقتی اسم دیکتاتور که میاد چه کسایی میان تو ذهنمون استالین، قذافی، صدام ولی دیکتاتورهای دیگه ای هم بودن تو همین قرن بیستم خیلی هم جنایت کردن بسیار شخصیت اهریمنی داشتن و شاید حتی اسمشون هم به گوشمون نخورده باشه تو این ویدیو میخوام چهار نفر از دیکتاتورهای مهم قرن بیستم رو بهتون معرفی کنم سلام من مسئودم اینجا چنل یوتیوب پادکست مجونه اینجا از تاریخ حرف میزنیم کتاب تاریخی معرفی میکنیم اگه این محتوا رو دوست داری چنل مجونه سابسکرایب کن به دوستاتم معرفی کن بریم سراغ این ویدیو خب اول از همه بریم سراغ جنرال آلفردو استروسنر دیکتاتور پاراگوه کلا آمریکای جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم دیکتاتورهای زیادی به خودش دید به خاطر خطر توسعه کمونیسم ایالات متحده و بلوک غرب آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودشون میدونستند احزاب کمونیستی هم تو این قاره تعدادشون کم نبود به خاطر همین بسیاری از نظامیان ضد کمونیست کسایی که میتونستند صد محکمی باشند در برابر نفوذ کمونیسم با حمایت آمریکا تو نیمه دوم قرن بیستم تو بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به قدرت رسیدند چون میخواستند با کمونیسم مقابله کنند رویکرد کاملا دیکتاتوری در پیش گرفتند استروسنر پاراگوه یکیش بود شیلی پینوشه یکی دیگش هوگو بانزر تو بولیوی و ارنستو گیزل برزیلی استروسنر هم از این موج کمونیسم ستیزی استفاده کرد از این حراس آمریکایی ها از توسعه کمونیست استفاده کرد که اینطوری به قدرت برسه اونم به وسیله کودتا کلا پاراگوه کشور دیکتاتوری و کودتا بود مخصوصا تو قرن بیستم بعد از موفقیت تو جنگ چاکو بین بولیوی و پاراگوئه تو دهه 1930 نظامی ها تو پاراگوئه قدرت زیادی گرفتند. خبری از انتخابات نبود کودتا پشت کودتا هر دولتی توسط یک کودتا از بین میرفت و یه دولت جدید جایگزینش میشد یه جور جنگ داخلی بود در واقع دو تا گروه اصلی بودن که تو پاراگوئه رقابت میکردن برای صحنه قدرت یکی حزب لیبرال به نام فوریه ها و اون یکی هم حزب کلرادو عمدتا نظامی های محافظه کار راستگرا بودند نهایتا حزب کلورادو لیبرال ها رو شکست دادند و یک ژنرال جوون پاراگوئی به نام آلفرد و استروسنر میشه فرمانده کل قوا و پایان دهنده به جنگ داخلی یکی از افراد سرشناس حزب کلورادو ولی این پیروزی بازم پایان ماجرا نبود رئیس جمهور کلورادوی پاراگوه اون زمان با کمونیستا رابطه خیلی خوبی داشت همین موضوع دیپلومات های آمریکایی رو میترسون پس یک کودت های دیگه تراحی کردن به فرماندهی ژنرال استروسنر که رئیس جمهور پاراگوه رو از قدرت ساقط کنه آلفرد و استروسنر با یک کودت های نظامی تو سال 1954 شد رئیس جمهور موقت پاراگوه البته همین دوران موقت به اصطلاح موقت 35 سال طول کشید تو این 35 سال هشتا تا انتخابات ریاست جمهوری نمادین برگزار شد و تو همه این انتخابات ها میگفتن که استروسنر با اکثریت قاطع داره برنده میشه واضح بود که استروسنر یه دیکتاتور جدیده و البته با یک روش جدید اولش به روش کلاسیک دیکتاتورهای آمریکای لاتین یه پلیس مخفی گسترده تشکیل داد به مامورای پلیس مخفیش میگفتن عقاب‌های دریایی این عقاب‌ها همه جا بودن از همه چیز جاسوسی میکردن که مبادا استروسنر با یه کودتای جدید سرنگون بشه افسران و فرماندهان ارتش و مقامات حزب کلرادو رو پاکسازی کرد مخالفان حکومت از جمله کمونیستا رو زندانی کرد و خلاصه به سبک یک پادگان نظامی مملکت رو اداره میکرد پاراگوئه تو این دوره حدوداً 4-5 میلیون نفر جمعیت داشت ولی تا سال 1989 مجموعاً حدود 1.8 میلیون نفر از این کشور مهاجرت کردند به خاطر شرایط خفقان زده حکومت استروسنر از 1954 تا 1989 مجموعا 3000 نفر به خاطر جرایم سیاسی اعدام شدند استروسنر لقب رهبر عالی رو از آن خودش کرد. پاراگوار را از لحاظ فساد اداری و قاچاق مواد مخدر سرآمد همه کشورهای آمریکای لاتین قرار داد. با کشورهای ضد کمونیست تو همون آمریکای لاتین مثلا شیلی و برزیل و آرژانتین یه ائتلاف گسترده تشکیل دادن برای مقابله با کمونیسم. سازمانهای های اطلاعاتی همه این کشورها با همدیگه مشارکت میکردن که به قول خودشون جاسوس ها رو شناسایی کنن جاسوس های کمونیست رو اسم این اطلاف گسترده رو گذاشتن عملیات کرکس عملیات کرکس رو جنرال پینوشه تو شیلی هدایت میکرد برای حذف همه مخالفان حکومت های آمریکای لاتین تو سراسر قاره میگم عاقبت استروسنر چی شد قبلش دیکتاتور بعدی رو معرفی کنم که خیلی هم مربوط به قصه پاراگوه به نام جنرال آگوستو پینوشه خیلی شبیه به همین استروستر به قدرت رسید یعنی یه دولت چپگرایی بود تو شیلی به ریاست سالوادور آلنده آلنده متحد فیدل کاسترو بود تو کوبا آمریکایی ازش میترسیدن پس اومدن چیکار کردن قصه پاراگوه تکرار شد 1973 فرمانده کل ارتش شیلی به نام آگوستو پینوشه به کمک CIA یک کودتای نظامی رو سازماندهی کرد که دولت چپگرای آلنده رو سرنگون کنه دولت نظامی آگوستو پینوشه تشکیل شد اولش قرار بود که همه چیز موقتی باشه اما طولی نکشید که پینوشه به همه چیز مسلط شد پینوشه شیلی رو تبدیلش کرد به قتلگاه چپگراها و کمونیستا تو همون هفته ای اول بعد از کودتا تو استادیوم ورزشی شهر سانتیاگو پایتخت شیلی هزاران زندانی سیاسی رو نگهداری میکردن تو استادیوم ورزشی خیلی از این افراد همونجا تو استادیوم شکنجه میشدن یا حتی کشته شدن یکی از اون افراد سرشناسی که همونجا تو استودیوم جون خودش از دست داد یه هنرمند معروف شیلیایی بود به نام ویکتور خارا اولین خواننده سرود معروف شیلیایی به نام مردم متحد هرگز شکست نمیخورند نسخه های مختلفی از این سرود و بعدها به زبون های مختلف دنیا بازخانی و ترجمه کردند. ویکتور خارا خواننده شیلیایی این سرود به خاطر اینکه چپگرا بود جزء حامیان آلنده بود به شدت شکنجه شد انگشتهای دستش رو شکستند تو بدنش چهل و چهار تا گلوله خالی کردند و جسدش رو انداختند تو خیابون یه هنرمند دیگه هم قربانی خشم پینوشه بود یه شاعر شیلیایی سفیر دولت آلنده تو فرانسه به نام پابلو نرودا زیاد موثق نیست ولی نرودا احتمالا به دستور پینوشه به شکل مرموزی از دنیا رفت مسمومش کردن در واقع فینوشه مثل استروسنر نزدیک به 3000 نفر رو به قتل رسوند و باعث شد که هزاران شیلیایی وطنشون رو ترک کنند. اما دوران خوش این دیکتاتورهای آمریکای لاتین خیلی زود به انتها رسید. دهه 80 و 90 میلادی دوران افول دیکتاتورها بود. به خاطر اینکه شوروی پدرجد همه کشورها و احزاب کمونیست تو سراسر سر دنیا قدرتش تو این دو تا دهه از بین رفته بود و دیگه به اون صورت هیچ ترسی از توسعه کمونیست وجود نداشت برای همین آمریکا و متحدان غربی از دولت‌های آمریکای جنوبی می‌خواستن که دموکراسی رو دوباره برقرار کنند دولت جیمی کارتر و بعدش هم ریگان رئیس جمهوران آمریکا اما جنرال های خونریز هیچ میونه با دموکراسی نداشتند عمدتا از قدرت کنار رفتن استروسنر با کودتای معاون خودش کنار رفت تبعید شد به برزیل پینوشه هم به وسیله یه همه پرسی تو شیلی عمر دولتش به پایان رسید و هر دو نفرشون هم تو سال 2006 تو سن 90 خورده سالگی از دنیا رفتن جالبه حتی سال مرگشون هم یکی بود اما وحشت از کمونیسم فقط تو آمریکای لاتین نبود تو جاهای دیگه دنیا هم بود مثلا جمهوری کنگو تو قاره آفریقا کشور کنگو سالها مستعمره بلژیکی ها بود برای اولین بار سال 1960 مستقل شد به رهبری شخصی به نام پاتریس لومومبا کنگو یه کشور سرشار از منابع طبیعی کمپانی های غربی اونجا خیلی منافع زیادی داشتند کنگای تازه مستقل شده هم به رهبری نخست وزیر جوونش لومونبا سعی داشت بسیاری از منابع کشور رو ملی کنه لومومبا با اینکه ارتباط خیلی نزدیکی داشت با آمریکا ولی در عین حال شیوه حکومتش به کمونیستا خیلی شبیه بود برای همین قصه کودتای ضد کمونیستی قرن بیستم بازم تکرار شد بازم یه ژنرال دیگه تو ارتش کنگو به نام جوزف موباتو با حمایت آمریکا اومد کودتا کرد دو بار هم کودتا کرد یکیش در طرفداری از رئیس جمهور کنگو برای حذف نخست وزیر یعنی لومومبا و دومین کودتا هم دیگه منجر شد به دیکتاتوری موباتو. موبوتا تو دوران اوج بینظمی و هرج و مرج به قدرت رسید. همیشه آشفتگی سیاسی کشورها بهونه خوبی میشه برای ظهور دیکتاتوری. فقط تو سال 1964 حدود 100 هزار نفر در اثر جنگهای داخلی تو کنگو کشته شدند. موبوتا هم به بهونه برقراری نظم و یکپارچگی تو کنگو حکومت نظامی برقرار کرد. موبوتو خودش سالها دوشادوش پاتریس لومبا علیه بلژیکی ها مبارزه کرد برای استقلال و آزادی کشورش کنگو ولی حالا تو 1965 کودتا کرد نخست وزیر کشور یعنی لیدر انقلاب کنگو رو فرستاد برای بلژیکی ها به عنوان اسیر و خودش هم به مدت 32 سال یه دیکتاتوری مطلق تو کنگو برقرار کرد موبوتو حتی اسم کنگو رو هم عوض کرد کنگو یعنی رود پر آب به خاطر رودخونه پر آبی که از وسط این کشور عبور میکنه اسم جمهوری دموکراتیک کنگو رو تغییر داد به کشور زعیر یعنی رودی که رودهای دیگر رو میبله کشور زعیر به رهبری موبوتو یه مقدار ثبات نسمی هم پیدا کرد اما شرایط زندگی مردمش خیلی هم بهتر نشد تو دوره‌ای که بسیاری از کشورهای جهان سوم کشورهای تازه مستقل شده تو مسیر توسعه قرار گرفتن موبوتو و اطرافیانش غرق در فساد مالی و فساد اخلاقی بودند کنگو یا موبوتو یا همون زعیر تو لیست فاسدترین کشورهای دنیا قرار گرفت موبوتو برای خودش چندین قصر مجلل ساخت کاخهای بزرگ سراسر مرمار آینه و تزین شده با الماس و جواهرات دو تا همسر داشت چندین معشوقه مختلف و پنجاه تا فرزند موبوتو معروف بود به پلنگ بزرگ پلنگ یه نماد سنتی بود تو کشور کنگو موبوتو هم جسه بزرگی داشت یه کلاه پلنگی رو سرش میذاشت بهش میگفتند پلنگ بزرگ یه داستان افسانه بین مردم جا انداختن که مثلا موموتو وقتی که خیلی جوون بوده یه پلنگ رو شکار کرده به تنهایی کاملا یک کیش شخصیت از خودش بین مردم ایجاد کرد برای مشروعیت دادن به حکومتش دنبال شعار دادن و ایدئولوژی هم بود تو سخنرانیاش یه ضرب معروف کنگویی رو ازش استفاده میکرد میگفت که زیر پوست یک پلنگ جایی برای دو رئیس نیست منظورش این بود که مملکت فقط باید یه دونه حاکم داشته باشه دموکراسی میگفت که اصلا چیز خوبی نیست اما موبوتو هم دقیقا به همون عاقبتی دوچار شد که دیکتاتورهای آمریکای لاتین تجربهش کرده بودند یعنی با زوال شوروی دوران حکومت دیکتاتورهای زئیر هم به سر اومد حمایت غربی‌ها به انتها رسیده بود و از اون طرف میگه مردم کنگو هم که شورش میکردن اعتراض میکردن فوریه 1992 یک میلیون کنگویی در اعتراض به دیکتاتوری موبوتو ریختن تو خیابونا نهایتا دیکتاتور زعیر پلنگ بزرگ مجبور شد که استعفا بده از ترس اینکه گیر شورش یا نیفته از کشورش فرار کرد رفتش به مراکش سه ماه بعد از فرارش هم همونجا مرد سال 1997 تو سن 66 سالگی دیکتاتور بعدی که میخوام معرفیش کنم قبلا توی ویدیوهای مفصل در مورد صحبت کردیم انور دیکتاتور آلبانی این سه تا دیکتاتوری که تا اینجا گفتم هر سه تاشون ضد کمونیست بودند. که خب هممون میدونیم دیکتاتوری مختص یک گروه سیاسی خاصی نیست کمونیست یا ضد کمونیست میتونه دیکتاتور باشه و جنایت های بزرگی رو مرتکب بشه انور خوجه هم یکی از اینا بود که اتفاقا روی همه دیکتاتورهای آمریکای لاتین رو سفید کرد تو قاره اروپا یک کشور کوچک به نام آلبانی بعد از جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت حزب کمونیست در اومد به رهبری انور خوجه طی چهار دهه به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد انور رکورد یکی از طولانی ترین های قرن بیستم رو داره دیکتاتورهای راستگرا مثلا موباتو یا مثلا پینوشه تقریبا همشون بعد از سقوط شوروی از صحنه قدرت کنار رفتن ولی دیکتاتورهای چپگرا نه حکومت ایدئولوژیک کمونیستا پیچیده تر از اونی بود که به راحتی با انقلاب مردمی یا مسائل دیگه سقوط بکنه انور خوجه هم تا آخرین روز زندگیش تو آلبانی حکومت میکرد پیشنهاد میکنم داستان این دیکتاتور عجیب و غریب کشور آلبانی رو که اتفاقا خیلی هم کم میدونیم ازش تو این ویدیو پادکست مجون حتما تماشا کنید این بود قصه چهار نفر از دیکتاتورهای مهم قرن بیستم که اسمشون کمتر به گوشمون خورده بود ممنون که تا تا این ویدیو رو تماشا کردید حتما نظر در مورد این ویدیو برام بنویس بگو که کدوم یکی از این دیکتاتورهایی که معرفی کردم به نظرت کدومشون شخصیت عجیب تری داشته و اگه تو هم یه دیکتاتور قرن بیستمی رو میشناسی که شاید کمتر ازش میدونیم اسمش رو تو کامنت ها بنویس که شاید یه ویدیو هم در موردش درست کنیم رفرنس این ویدیو کتابی بود به نام قرن دیکتاتورها نوشته اولیویر گز آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن